سما در یاد بود از بودا. فرسنگ ها دور از بامیان اینجا استقبال میزبان جشنواره شب با بوداست. 11مین جشنواره یاد بود از پیکره های فرو ریخته سلسال و شهمامه به دست طالبان. رقص سما بخشی از این برنامه فرهنگی و هنری است. رقص از آیین های دیرینه سنتی عرفان. فهیمه مرزایی نخستین زن افغان رقاص سما در این جشنواره اما اجرای اعتراضی داشت. سما نوعی از مراقبه هست و نوعی از مدیتیشن هست. پس برای من فرق نمیکنه که من در کجا انجام میدم سما را. چه در معبد بودا باشه، چه در مزار شریف باشه، چه در خانه مولانا باشه و یا چی که در یکی از مکانهای دیگه. مهمی هست که من حس مراقبه را در هر جا پیدا کنم انجام میدم. 22 سال پیش به روز 11 مارچ 2001 طالبان تندیس های سلسال و شهمامه را فرو ریختند. رویداد غم انگیزی که تن باستانی بامیان را زخمی کرد و جهان را شوک زده ساخت. تندیس هایی که با قدمت 1500 سال از برجسته ترین میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان بودند. باران نشست و ماه مسیحای پاک شد. شعرخوانی نیز بخشی از این جشنواره است، چنان که در افغانستان نیست شب با بودا با شعر، موسیقی سنتی و محلی، رقص سما و گفتمانهای فرهنگی بزرگ داشت می شد. می دانم صلح شاید تنها افسانه باشد. شب است و غم گرفته چارسویم. زهرا حسینی از برگزار کنندگان جشنواره شب با بودا می گوید که برگزاری چنین جشنواره های باعث توجه جهان به میراث های فرهنگی و تاریخی افغانستان خواهد شد. هدف از برگزاری جشنواره شب با بودا این هست که بتانیم اهمیت میراث فرهنگی را برای عموم مردم بیان بکنیم و از طرفی هم جلوگیری بکنیم از فجایعی مثل تخریب تندیس‌های بودا در افغانستان توسط گروه طالبان و اینکه بیاییم و ترویج بدیم احساس مسئولیت نسبت به حفاظت از میراث فرهنگی و باستانی که در افغانستان و جای جای دنیا وجود داره. در این گفتمان نیز بر ارزش‌های میراث‌های فرهنگی در افغانستان تاکید شد. The Taliban, of course, they destroyed the Buddhas materially. طالبان بودا را تخریب کردند، اما آنها نتوانستند که تمایل و گرامی داشت از بودا را در میان مردم از بین ببرند. ارزش میراث‌های فرهنگی و گردآوری آنها بسیار مهم است. در این جشنواره یک آوازخوان فنلندی سویدنی نیز هنرنمایی کرد. هنرمند از اقلیت سامی. سامی ها در سویدن و در شمال اروپا تجربه های تلخ ستم های تبعیضی را دارند. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا صدای امریکا، استکهلم.